توکان استانی، طراح و کارتونیست ایرانی، کارش رو حدود 4 دهه پیش با کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو شروع کرد. در این سالها با بیش از 50 نشریه مختلف کار کرده و 2 بار هم جایزه بهترین کاریکاتوریست سال رو از جشنواره مطبوعات ایران گرفته. علیرضا میراسدالله در تورنتوی کانادا به دیدن توکان استانی رفته. من میتونستم طراحی بشم که خیلی بیشتر از الان کار میکنه، چون خیلی کار میکردم تا زمانی که برای اولین بار و آخرین بار 3 روز بازداشتم کردم. من برای 2-3 تا مجله همزمان کار میکردم و خیلی سرم شلوغ بود. 10 تا کار کشیده بودم اون روز و اون شب. آخرین کار مال یه مجله بود به اسم رهاور دانش که نزدیکای مثلا ساعت 2-3 صبح نوبت اون شد. اگه اینو میکشیدم میتونستم برم بخوابم. و یه مقاله بود درباره یه سری قوطی کبریت با نقشه خلیج فارس که روش نوشته بود خلیج عربی. اسم مقالهش بود دعوت دزد به خانه. منظورش همین بود که ورود همچین چیزی به مملکت مثل اینکه شما دزد رو خودتون دعوت کردین که با پای خودش وارد خونتون بشه. یعنی فکر کردم که من خب این تیتر رو به این قشنگی دارم دعوت دزد به خانه، عین همین رو تصویر براش بسازم. دزد رو کشیدم که ریش صاحب خانه رو گرفته داره از دیوار بارو میاد بالا. بعد همون لحظه که داشتم میکشیدم ترسیدم، گفتم نکنه بگن که این ریش چرا کشیده اینا. و به احمقانه ترین شکل ممکن خودم رو توجیه کردم که خب ریش که به خودی خود مقدس نیستش، که بستگی داره که ریش تو چونه چه کسی در اومده باشه، وگرنه بز هم ریش داره. 2-3 هفته بعد اومدن ما رو دستگیر کردن، کتکولمون رو بستن و بردن از محل کارمون، ما رو بردن بازجویی و بعدم انداختن تو زیرزمین مجلس شورای ملی سابق تو میدون بهارستان، یا زیرزمین بزرگی اونجا زندان داره. یارو ازم پرسیدش که بازجو میپرسیدش که این کیه تو کشیدی؟ گفتم که خب این صابخانه است و اینم دوز و اینا. گفت خب صابخانه کیه؟ صابخانه یعنی صابخانه ایران دیگه، یعنی خانه یعنی ایران دیگه. گفتم بله. گفت خب صابخانه کی هستش؟ گفتم مردم ایران. آقای بازجو گفت شما غلط زیادی فرمودید، صابخانه مقام معظم رهبری، شما همه مهمون هستیم، ما همینجا توی این مملکت مهمون ایشون هستیم. بنابراین تو آقا رو کشیدی. بعد میدونی با اینجوری که تفسیر میکرد خب راست میگفت، واقعا من ایران بود، اونم آقا بود. بهم گفتش که میدونیم چیه آقای نیستنی، داستانی هستش که ما میدونیم که با مجاهدین خلق چی کار بکنن، اونو تفنگ دستشونه میزنن، ما هم میزنیم میکشیمشون، هیچ مشکلی هم نداریم. ما شما نمیدونیم چیکار کنیم. این با هم نفهمیدیم بالاخره تو آقا رو کشیدی نکشیدی. منظورت چی بوده؟ گفتم که حاج آقا من به شما قول شرف میدم دفعه بعد که بخوام آقا رو اگر بخوام بکشم، بنده از این غلطا که نخواهم کرد، ولی اگر بخوام بکنم یه جوری بکشم که شما بفهمید، بتونین که ترتیب منو بدید. من نمیخواستم چگوارا باشم بعد بگن خب حالا تفنگ ندارم کاریکاتور میکشم به جاش. من آدمی هستم که اگه مثلا صبح کتابمو نخونم، کافمو نرم، قهوهمو نخورم، یا شب فیلممو نگاه نکنم، یا موسیقیمو گوش نکنم، نمیتونم کاریکاتورمو بکشم. یعنی من برای اینکه یه تولیدی داشته باشم باید یه زندگی خیلی معمولی، خیلی نرمال
بدون فشارهای اضافه، تنش‌های اضافه داشته باشم که بتونم یه کاری بکنم. بعضی میپرسیدن که خب تو این خیلی کتک خوری، گفتم همیشه گفتم نه، برای اینکه از لحظه که وارد شدم انقدر گریه کردم که خودشون خسته شدن، یعنی اصلا بند نمیومده اشکم. اصلا تصور این که من توی این اتاق مثلا دو در سه باید مدت ها بشینم و سیگار نمیتونم بکشم و کتاب ندارم و زن بچه هم نمیتونم و خونه خبر ندارم و هیچ کس نمیدونه، خیلی به این بد گذاشت. بعد از اون دیگه هیچ وقت زیاد کار نکردم، یعنی بعد یه مرتبه تبدیل شدم به آدمی که در ماه مثلا 4 تا کار بیشتر نمیکشه. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. من سال 39 در شاهرود به دنیا اومدم. البته هیچ ربطی هم به شاهرود ندارن، یعنی شاهرودی نیستم. کمون که الان در کانادا زندگی میکنم ولی کانادایی نیستم. دوران کودکیم رو مثل همه بچه های دیگه که خیلی در مورد آینده مطمئن نیستن، میخوان نمیدونم خلبان شن، دکتر شن، مهندس بشن، منم هیچ ایده خاصی برای آینده هم نداشتم. برخلاف سایر بچه ها کوچه فوتبال بازی نمی کردم، یعنی انقدر بازی بد بود که بازیم نمی دادن. تنها کاری که یه ریز خوب بودم فکر میکنم طراحی کردم بود. همون سال 58 احمد شاملو یه نشریه جدید منتشر کرد به اسم کتاب جمعه. انقدر اعتماد به نفس نداشتم که یه چیزی بکشم و دستم بگیرم ببرم دفتر مثلا کتاب جمعه و به خود شاملو کارامو نشون بدم. کلن از بابت اعتماد به نفس تمام عمرم مشکل داشتم. در نتیجه 3-4 تا طرح کشیدم و همه رو توی پاکت گذاشتم، به آدرس دفتر مجلشون پست کردم و روزی که اولین کارم چاپ شد هنوز فراموش نمی کنم، داریوش رادپور، طرح داریوش رادپور که همیشه صفحه اول بود برداشته بودن از صفحه اول، گذاشته بودن روی جلد مجله و کار من گذاشته بودن جای کار داریوش رادپور صفحه اول. اصلا فکر کن که این بزرگترین اتفاق زندگی من بود تا مثلا 19 سالگی. یعنی اصلا یعنی هنوزم نمیتونم وصف کنم که چه عشقی کردم وقتی رفتم از دکه برداشتم و رخ زدم دیدم کار من هست صفحه اول. بزرگترین لذت زندگیم بود. از معدود دفعاتی که پدرم بغلم کرد، ماچم کرد، همون روز بود. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? یه مدت درس میدادم و میشنیدم که همکارام یه کافه دارن، یه کافه میرن به اسم کافه شوکا تو خیابون گاندی. مثلا میشنیدم که احمدرضا دالبند گاهی اونجاست، یا مثلا آروین میره، یا مانا هفته یه روز میره و اینا. خودم هیچ وقت نرفته بودم. بعضی از شاگردان میگفتن که برو خیلی جای خوبیه. یه دفعه خلاصه تصمیم گرفتم برم ببینم که چه جور جایی هستش و برای اولین بار رفتم کافه شوکا نشستم. تا قبل از اون فکر نمیکردم کافه جایی باشه که بتونم بیشتر از خوردن یه قهوه توش بشینم یا یه کاری بکنم. وقتی که رفتم کافه شوکا، نگار علی پور مقدم هر آدم تازه واردی رو خیلی تحویل میگرفت و بعد چون من کار مطبوعاتی هم میکردم، خودش هم اهل قلم بود و به قول خودش یارعلی قهوه‌چی نویسنده ها بود، پول قهوه هم از من نگرفت و خیلی هم تحویل هم گرفت. اون شب هم خیلی بهم خوش گذشت. با خودم گفتم که احتمالا نشستن توی کافه شوکا و معاشرت کردن با صاحب کافه یا بچه هایی که توی کافه هستن خیلی باید دلچسب باشه. من چقدر خوب میشه اگه هفته یه روز مثلا پنجشنبه بیام کافه و این یه روزو بذارم روز کافه نشستنم. نشون که من از فردای اون روز هر روز رفتم، یعنی نتونستم قناعت کنم به یه پنجشنبه در هفته و هر روز روزی 2 ساعت میرفتم اونجا میشستم. اتفاق جالبی که برام افتاد این که وقتی توی کافه شوکا میشستم حرف میزدم، همه جوونا دور و برم جمع میشدن. برای اولین بار دیدم که من بین جوونا محبوب هستم و به حرفام گوش میکنن و میخندن و اصلا دیگه
برام تبدیل شد به یه محل آرامش و یه محل فرار از سختی های زندگی و ریلکس کردن و نمیدونم نفس راحت کشیدن و اینا. خوش اخلاق ترین وقتامو تو کافه میگذروندم، یعنی اصلا میرسیدم خوش اخلاق میشدم. یه بارم توی کافه آمدم پلمب بکنم، من داشتم مینوشتم، لپتاپم رو برده بودم مشغول نوشتم بودم، قهوه‌مو می‌خوردم، کافه هم هیچ کس نبود. دیدم یه گروهبانی سرش آورد تو با یه کارگری که یه شاخه مثلا 3 متری نقشی رو دوشش بود، آمدن تو رو نگاه کردن، دیدن من دارم مینویسم و هیچ کس دیگه هم نیست. کافه شویام نمیدونم کجا رفته بود چیکار بکنه. خلاص رفتم بیرون و من نگاه کردم دیدم دستگاه جوش آورده و داره نقشه به در جوش میده و اینا. منم تو کافه نشستم رفتم میگم سرکار من چیکار داری میکنی؟ گفت هیچی، دارم کلوب میکنم کافه رو. گفت من که این تو نشستم. گفت باش اون تو یعنی چی باشه؟ یعنی چی؟ یعنی من تو این من یعنی باشه؟ یعنی شما در پلمب میکنی میری من این تو بمونم چیکار میکنم؟ بعد چه میخواییم فک پلمب کنی انشاءالله من بعد بیام دیم. ولی به نظرش من موضوع مهمی نمی اومدم برای اینکه حتی ازم بخواد از کافه برم بیرون. شاید اونم من جز اکسسوار کافه میدیده، مثلا لیوان و صندلی و یه توپا در حال نوشتن. خودم جمع کردم رفتم. تنشی که تو جامعه به وجود اومده بود برای من دیگه زیاد بود. دلم میخواست شب فقط راحت بخوابم. یعنی وقتی که میرم توی رخت خوابم مطمئن باشم 92% که تا صبح هیچ کسی بیدار هم نمی کنه، به زور من بیرون نمی کشه، چه میدونم نمی بره. به خاطر همین بود که در 50 سالگی استقبال کردم از اینکه ایران ترک بکنم. خیالم نداشتم که برای همیشه برم. فکر میکردم که خب میرم یه 2-3 سالی میمونم، هم یه استراحتی میکنم، هم اونجا بالاخره یه محیط جدید میبینم، آدمای جدید، فرهنگ جدید آشنا میشم و اینا، بعد از 3-4 سالم برمیگردم دو مرتبه. منتها اتفاقی که افتاد این بود که بعد از این مدت دیدم که بعضی از این سایت ها اینور اونور مثلا از من اسم میبرن به عنوان نویسنده مثلا کارتونیست فراری نمیدونم چی چی. من فرار نکرده بودم، من خیلی محترمانه سوار هواپیما شده بودم با پاسپورت ایرانی و ویزای معتبر کانادایی، اینا از مرز امام خمینی خارج شده بودم. بعد با خودم فکرم که اگه من قرار باشه که هیچ کاری نکنم و این ور دنیا بازم بترسم، یعنی من اگه فردا برگردم توی مثلا فرودگاه دستگیرم بکنم با اونی که تو فرادی بودی و نمیدونم چی بودی و این اصلا انسانی نیست. میدونی وقتی که به این مرحله رسید گفتم که خب پس من حالا کار خودم رو میکنم. اینکه نمیشه که من ایران نباشم، فرادی هم نباشم، ولی کارتونیست فراری ضد انقلاب فراری اینا حساب بشم. حداقل توی فضای آزاد دارم زندگی میکنم، حرفم هم میزنم، اگه ازم بپرسن نظرت چیه نظرم هم میدم. و این اتفاقی که بعد از یه مدت موندن تو خارج از ایران برات میفته، یعنی اولین تغییر مثبتی که میکنی، تغییر عجیبی که حادث میشه، اینی که فکر میکنی به همسایه‌هات نگاه میکنی میبینی هیچ کس نمیترسه از حکومت. میگه بعد با خودت فکر میکنی من برای چی باید از حکومت خودم بترسم؟ Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There a light up ahead. Can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. تا وقتی که تو ایران بودم میدونیم برای اینکه خب بالاخره اونجا خط قرمز زیاده و تو میخوای به حیاتت ادامه بدی، به حیات اجتماعیت و به حیات
فکریت و به حیات نباتیت. خارج از ایران درست برعکسه. رسانه‌های اینور دیگه هیچ محدودیتی هم ندارن، سانسور هم ندارن. یعنی چون تو به اون کارتونیست حق نداری خیلی خیلی در پرده صحبت بکنی یا پوشیده صحبت کنی، خیلی رو حرف بزنی. اگر رو نباشه کارت، اصلا کارت ازت نمیخرن. در نتیجهش میشه همین اتفاقی که برای من افتاده یا برای مانا افتاده یا برای همه کارتونیستایی که خارج از ایران کار میکنن افتاده. مجبورن که بی پرده تر صحبت کنن، مجبورن که به اصل ماجرا بپردازن. این یه مقداری از اون حالت پوشیده در ابهام تو کم میکنه که بشنن دوباره فکر کنن که حالا منظورش چی بوده. Stepped into an avalanche. It covered up my soul. من حتی تو زشتیام چیزای زیبا میبینم. وقتی که آقای احمدی نژاد رو طراحی میکردم به این نتیجه رسیدم که صورت این مرد فوق‌العاده است برای طراحی کردن. یعنی شما نمیتونید تصور بکنید چطور ممکنه یه چروکی از زیر چشم شروع بشه، بعد عمقش کم بشه بیاد بیرون، بعد یه مرتبه بره تو، بعد بچرخه بره روی گونه، بعد سقوط بکنه بیاد تا زیر مثلا چونه، بعد اصلا چینه چونکای صورت این مرد و عمقای عجیب غریبی که پیشونیش و چشمش و کره چشمش و گونهش و چونهش رو پیدا میکنه، این اصلا یه چیز بی نظیره و از نظر من به عنوان طراح زیباست. یعنی کشیدن این آدم جالبه. این عین همین حس رو وقتی که خودم از خودم طراحی میکنم هم دارم. میدونم آدم خوش صورتی نیستم، زشتم، ولی وقتی خودم تو آینه طراحی میکنم عاشق خودم میشم. برای اینکه این پف زیر چشم من یا این خط کنار وقتی که بخوای دقیق بهش نگاه بکنی و ببینی که چقدر این تو رفته بیرون اومده، چطوری سایه روش میشکنه، این خیلی چیز جذاب زیباییه. من زیبایی رو اینطوری میبینم. من حتی تو زشتیام چیزای زیبا میبینم. و این نگاه ما هم... یعنی تو همه ابعاد زندگیم دارم و داشتم، از بابتش هم خیلی خجل نیست. رستم که من میکشم رستم دستان نیست، رستم نیستانیه. یعنی رستم مینیاتورا یا در حال جنگ و کشتن اژدها هستش یا در حال مثلا شکار در نخجیر هستش، میتونه ولی کار دیگه ای نمیتونه بکنه. مثلا سینما نمیره، کتاب نمیتونه بخونه، زندگی معمولی نداره، صف خرید نمیره، آشپزی نمیکنه. یعنی اگه بکشنش در حال آشپزی کردن به نظر خنده دار. من فکر کنم که رستم من باید بتونه همه این کارها رو بکنه. یعنی به هر حال یه آدمیه دیگه، از یه مرحله از زندگیش تبدیل شده به رستم، یعنی تبدیل شده به یه قهرمان، تبدیل شده به یه پهلوان و بعد ایرونی باشه. بچه های جوانتر وقتی میخوان رستم بکشن، این مشکلی که با کشیدن اساطیر ایرانی داریم ما تو ایران، واقعی میخوایم تصویر سازیش بکنیم، نتیجهش بیشتر شبیه این خدایان وایکینگ و چه میدونم خدایان نروژی و این چیزا میشه، آن اساطیر اروپایی میشه. خلاصه خواستم یه رستم دیگه بکشم که یه کمی شکم داره، حتما باید شکم داشته باشه و یه مقداری بدجنس باشه،
یه مقداری خودخواه باشه، یه مقداری میدونی همین خصلت‌های بعدی که خودم دارم یا بقیه دارن هم داشته باشه، در این حال رستم هم باشه، در این حال سیمرغ هم داشته باشه، تمام اون داستان یه جوری بازسازی کردم. خیلی طراحی فیگوراتیو دوست داشتم. وقتی بچه بودم تنها منبعی که برای طراحی فیگوراتیو داشتم این کمیک بوک‌های آمریکایی بود که قبل از انقلاب تو ایران پیدا می‌شد. بعد محبوب‌ترین قهرمانام بتمن بود و سوپرمن. بتمن به خاطر لباسش و نقابش و مجموعه آدم‌های بعدی که دور و برش بودن، یعنی قهرمان‌های منفی داستان بتمن، به نظر من یه جوری از همه سوپرهیروهای دیگه متنوع‌تر و جذاب‌تره. و سوپرمن به خاطر خبرنگار بودنش. من دوگانگی شخصیت سوپرمن رو که از خبرنگار تبدیل میشد به یه قهرمان شکست ناپذیر و در این حال احتیاج به نقاب زدن هم نداره. مدت ها میشستم مقایسه میکردم طراحی های سوپرمن رو قبل از اینکه تبدیل به سوپرمن بشه، وقتی که کلارک کنت و وقتی که سوپرمنه، و میخواستم بفهمم که چه تغییری تو چهرهش اتفاق میفته که هیچ کس متوجه نمیشه که این همون آدمه، این همون خبرنگاره. و تنها تغییری که میکرد وقتی سوپرمن میشد این طوره موش بود که میومد جلوی صورتش، عینکش هم برمیداشت. شما تصور بکنید که من مو داشته باشم یه حلقش بیاد جلوی پیشونیم، عینکم هم بردارم و شما دیگه من نشناسید. خب خیلی جذابه. البته فکر کردم بعدم براش یه چیزم پیدا کردم. سوپرمن وقتی که خبرنگاره در واقع یه آدم پیش همکاراش یه لوزر واقعیه، یعنی هیچ کس تحویلش نمیگیره. داستان اینه که مردم آدمایی که شکست خوردن و بی دست و پان اصلا نگاه نمیکنن، یعنی هیچ کس اونو واقعا به عنوان یه آدم تو حتی محل کارش نگاه نمیکنه. به خاطر همین که وقتی این تبدیل میشه به سوپرمن قهرمان و اینا، هیچ کس هم نمیشناسه، نمیفهمه که این همون آدمه. آدمی نیستم که خیلی مثلا دلتنگ کوچه و خیابون بشم. من دلتنگ مردم میشم، من دلتنگ دوستان میشم، یعنی یه بخشی از مردم، نه تازه همه مردم. مردم به عنوان مردم نه، اون آدمی که باهاشون معاشرت میکنم، اون فضاهایی که توشون رفت و آمد میکنم، اون خیلی خیلی و مثلا قوم خویش برای اون بخش از مردم و خاطراتم و چیزایی که جا گذاشتم اونجا، خب خیلی دلتنگ میشم. ولی مثلا هیچ وقت نشده بگم که وای الان کاش الان تو مثلا خیابون کریم خان راه میرفتم و اینا. اما ارتباطم با مردم کم کم حفظ کردم از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و این حرفا. کارم هم که کماکان توی جغرافیای ایران داره میگذره، حالا برای ایران وای یا کمپین حقوق بشر یا هر جای دیگه که کار میکنم، موضوعش ایرانه. در نتیجه من صبح که پا میشم با اخبار ایران از خواب بیدار میشم، یعنی بیدار میشم اخبار ایران مطالعه میکنم. من خبرهای کانادا نمیدونم چیه، یعنی اصلا پیگیری نمیکنم، چون اینجا زندگی نمیکنم. در واقع من حضور فیزیکیم در کانادا است، ولی حضور اجتماعیم، حضور هنریم، حضور فکریم در ایرانه. من اصلا ایران ترک نکردم، از این بابت میتونم بگم که خارج نشدم از ایران اصلا. هیچ دلیل برای دلتنگی من وجود نداره. من کماکان در ایران هستم، منتها توی محدوده زندگی میکنم که
امنیتم بیشتر دارم. این خب خیلی برای من دلچسب هستش. Old dirt road by myself.